سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. ایمان براتوکیلی هستم. در روز 62 داریم 61 اپیزود از اپیزودهای پادکست 365 درجه رو ضبط میکنیم و قصه امروز ما ربط داره به یک مقوله کاملا در مغز به نام زبان و زبان جدید یاد گرفتن. بهانه شروع این اپیزودم اینه که از روز دوشنبه این هفته من کلاس زبانم در این مقطع جدید، کلاس زبان آلمانیم، دوباره شروع شده و دیگه این ترم متفاوته با ترمای دیگه. چرا؟ چون اگه حواستون باشه و یادتون بیاد و یادتون باشه و الان بهش فکر بکنید، میبینید که هر دفعه ما هر زبانی رو خواستیم یاد بگیریم، انگلیسی، آلمانی، ایتالیایی، هر زبانی که در فرایند یادگیریش هستید یا دوست داشتید یا دوست دارید که یاد بگیرید، همیشه کلی مشکل بوده برامون و کلی تو مخمون بوده و اصلا نمیدونستیم چجوری شروع بکنیم و اصلا این شروع کردن رو چجوری بهش جهت درستری بدیم. و همیشه هم اونایی که اهل کلاس رفتنن، اونایی که خودشون میخونن، که واقعا من از همینجا براتون دست میزنم، تشویقتون میکنم از راه دور، به خاطر اینکه واقعا کار سختی زبان خوندن، یعنی اینکه بخوای متعهد بشی و بشینی بخونی، نمیدونم لیسنینگ ها رو گوش بدی، ریدینگ ها رو بخونی، نمیدونم بنویسی، نوشتن و حرف زدن، خودت خودجوش این کارا رو بکنی، خیلی سخته. برای همین برای خود من توی زبان آلمانی 2 سال من وایسادم که خودم بخونم، هیچ اتفاقی نیفتاد. بعد رفتم کلاس آنلاین، یه دونه کلاس رفتم، دوباره هیچ اتفاقی نیفتاد. 3 سال گذشت، تازه من 3 سال که حالا 2 سال و مثلا 7-8 ماه اینا گذشت، تازه از مهر سال گذشته من شروع کردم کلاس رفتن. حالا اون حد اولیه رو یعنی مثلا یاد گرفته بودیم و اینکه بشه گفتگو کرد با آدم ها و اینا، ولی دیگه اون حدی که بخوام وارد کار بشم، فضای کاری بشم و جدی وارد یه فضای متفاوتی بشم، نظرم رو بیان بکنم، ایدم رو بیان بکنم، حرف بزنم، دیالوگ تخصصی بکنم، نیازمند این بود که 2 تا لول بعدی رو واردش بشم و کلاس فشرده ای رو برداشتم. حالا فشرده یه فشرده نه، ولی خب 2 روز در هفته بود و هر جلسه‌اش حدوداً 3 و نیم تا 7 و نیم، 3 ساعت و نیم کلاس بود، 3 ساعت و نیم، 4 ساعت کلاس بود، حالا مفیدش بگیم 3 ساعت و نیم بود و 2 روز در هفته هم بود، که ترم گذشته ترم خوبی بود. میتونم بگم که حدوداً 60% موفقیت آمیز بود، چون من 60% مطالبی که آموزش داده شد رو خوندم و از نظر من خیلی موفقه. چرا؟ چون من 3 سال، 2 سال و نیم که در آلمان بودم اولش رو خیلی، یعنی اصلا وقت نذاشتم، شاید واقعا 2 سالش رو که اصلا وقت نذاشتم، در مجموع ها نپشتم. 6 ماهش هم این وسط رو دست با شکسته خوندم و نصفه کلاس رفتم و نصفه مطالب رو مرور کردم و با 4 تا سریال دیدن و فیلم دیدن و پادکست گوش کردن داشتم خودم رو قانع می کردم که دارم زبان می خونم. اما بعد اینکه کلاس رفتم، یعنی من میدونستم که آدمی هم که نیاز دارم از این مدلام که برای یه دونه زبان، یعنی من همه کارامو خودم میتونم انجام بدم و خودم ببرم جلو، ولی برای زبان یاد گرفتن من از اون گروه آدمایی هم که باید کلاس برم و باید کلاس حضوری برم و نه خصوصی، کلاس برم. و خب خیلی هم برام جالب بود دیگه، چون سالها بود که به عنوان دانشجو سر کلاس نشسته بودم، یعنی از سال 96 که ارشدم تموم شد و حتی میتونم بگم 95، یعنی خرداد شاید 96 که کلاس های ارشد تموم شد تا من دفاع بکنم، دیگه من کلاس زبان نرفته بودم اصلا و یعنی اصلا هیچ کلاسی نشسته بودم، سر هیچ کلاسی نشسته بودم دیگه. تا این فرایند آلمان اومدن اتفاق افتاد، 1 ماه داخل ایران کلاس فوق فشرده رفتم و کلاس اینجوری بود که 6 تا 7 و نیم صبح بود و واقعا یکی از بهترین کلاس های زندگی بود. 1 ماه هر روز 5 روز در هفته، یعنی شنبه بود تا چهارشنبه، فکر نه دیگه 6 روز در هفته بود، شنبه چون پنجشنبه هم بود، آره شنبه تا پنجشنبه، 6 صبح، 6 تا 7 و نیم صبح، عالی بود دیگه. چون از اون ور هم یه روز به 5 صبح مجبور بودم بیدار شم، هم میرفتم کلاس، هم 7 و نیم صبح میومدم، یادش بخیر اون موقع من میرفتم دفتر پیش با همین میلاد که یه جا کار میکردیم و اینا، میرفتم دفتر سر راه دیگه هر روز یه مدل چیز میوردم. میلاد اصلا اهل صبحونه خوردن کامل و درست حسابی و اینا نبود، یعنی میومد با یه چای کارشو شروع میکرد، یه 2 ساعت بعد یه چیزی میرفت میخورد یا وای میساد تا نهار،
من اینجوری بودم که صبحونه همیشه برای من یه وعده واجب الوجوب بوده تو زندگیم، یعنی صبحانه خوردن، اصلا صبحانه هایی که من اینجا خودم درست کردم یا از بچگی دوست داشتم بخورم یا اصلا قرار کاری میخواستم بذارم کلن یا غیر کاری یا هر چیزی، سعی میکردم اینو رفتش بدم به صبحانه، چون عاشق یعنی جذابترین وعده روز برای من صبحانه است و خیلی خوب بود. من هر روز می اومدم دفتر یه دونه نون بربری یه روز می گرفتم با عدسی، یه روز نون سنگک می گرفتم با پنیر لیغوان، یه روز نمیدونم حلیم می گرفتم اگه فصلش بود، یه روز خیلی خیلی جالب بود و خیلی اون یه ماه خیلی باحال بود و بیشترین زبانی هم که من یاد گرفتم واقعا تو همون یه ماه بود، چون قرار بود یه ماه بعدش یهو کارم جور شده بود که یکی دو ماه بیام آلمان. داریم راجع به سال 2019 صحبت میکنیم و تیر و مرداد مثلا اون سال جون جولای که قرار بود یه ماه من بیام اینجا و دیگه نشستم که خودمو برسونم که اون یه ماه بیام اینجا مثلا یه ذره شیرین کاری هم در بیارم برای این استاده بگم آقا ما یه ذره آلمانی هم یاد گرفتیم و از این صحبت ها، و خب خیلی باحال بود و من همیشه باور داشتم میدونستم و مطمئن بودم که کلاس رفتن برای من جوابه. و خب یه وقت هست شما داری کلاس زبان رو تو سن 4 سالگی میری، یه وقت هست داری تو 10 سالگی میری، یه وقت هست داری توی 20 سالگی 25 سالگی 30 سالگی میری، خب یا حتی بالاتر. و همیشه هم وقتی ما سنمون کم بود من از اون آدماییم که از 4 سالگی کلاس زبان انگلیسی منو گذاشتن و میرفتم و ما میرفتیم تو کلاس و میدیدم که خب یه عده آدم خیلی مثلا بزرگسال به قولی گرون اپ خب اونجا نشستن تو کلاس و با انگیزه، و بعد ما میگفتیم بابا ول کن دیگه بالاخره اونجا. خب اینجوری بود که برای فانش هم میرفتیم یه ذره دیگه، حالا یاد میگرفتیم قطعا ولی به خاطر سنمون تا آخر دبیرستان حتی اینجوری بود که تا آخر دبیرستان که این کلاس زبان رو همینجوری من ادامه میدادم اینجوری بود که داشتیم چون یاد می گرفتیم و عجله‌ای هم نداشتیم و ددلاینی هم نداشتیم و لزومش رو دیگه در لول نیتیو احساس نمی کردیم، خب خیلی هم پیگیر نبودیم دیگه. بعد می دیدیم مثلا یه عده آدم سری که آقا چی جدی گرفتن اینا، بعد خیلی جالب بود. من الان خودم که سر این کلاس های زبان میرم و خب هدفم تدریس به آلمانیه، هدفم کار کردن در ارگانیزیشن های آلمانیه و امثال هم، شوخی ندارم یعنی نه با خودم نه با آدمایی که سر کلاس هستن، یه مدلی هم که اون حالت معلم گونه خودم رو سر کلاسم دارم، یکی سر و صدا میکنه یهو نگاش میکنم یه جوری که آقا بشین سر جات اومدیم یاد بگیریم، مسخره بازی ها چیه در میاری. و این ددلاینه و اهمیته و لزوم یادگیریه خیلی مهم میشه برای آدم. ببین من از این کلمه خیلی استفاده کردم و از این عبارته و بستش میدم به خیلی چیزا، به خاطر اینکه این عبارت و این کلمه است که کمک میکنه آدم بتونه مسیر یا هدفی رو که انتخاب کرده رو درش بمونه و نه تنها درش بمونه، امروز با این مثال میخوام بگم که کمک میکنه که آدم توی اون مسیری که هست استمرار و جدیت داشته باشه. یعنی پشت کار چجوری به وجود میاد، چجوری میگن یه نفر پشت کار داره، چرا یکی پشت کار داره یکی پشت کار نداره؟ خب به خاطر اینکه اونی که پشت کار داره دنبال رسیدن به یه داستانیه، حالا اون داستانه یا رسیدن به یه هدف مشخصیه یا خیلی وقتا برای کاور کردن یه سری کمبوداست، یعنی اینو نباید یادمون بره. همیشه شنیدید دیگه، من خودم گفتم بهتون همیشه، بازم میگم من بچه سوپر درس خونی بودم، یعنی خرخون بودم، اصلا کلمه خرخون تا آخر دبیرستان دانشگاه کنکور کارشناسی رو که دادم خود منم، یعنی خود من بودم، یعنی میخوندم که بتره کنم. و خب خیلی کم بودن آدمایی که مثلا تو یه تم باشیم. الانم شما این پادکست رو دارید گوش میدید با ابعاد دیگه ای از من آشنا شدید دیگه، درسته؟ وقتی تو اینستاگرام و لینکدین و اینا منو دنبال میکردین خب یه مدل دیگه ای میدیدید من رو، الان دارید یه جنبه های دیگه ای رو میبینید، یا اونایی که با من اومدن سر کلاس مثلا اون که اومده ورکشاپ لینکدین من رو نشسته، خب یه جاهای جدی رو دیده من چجوری جدی ام، جاهایی که ارتباط تعاملی هم گرفتم هم دیده و اون بخش های پنهان روحیه من رو هم دیده. خب بچه درس خونا اکثرا این مدلی نیستن و خب خیلی هاشون هم میبینی که به دلایل مختلف درس خون شدن، یعنی این درس رو خوندن که یه اسکیلی یه ارزش افزوده‌ای به خودشون اضافه بکنن. بد نیست، تو الان داری زبان یاد میگیری هم می‌خوای ارزش افزوده به خودت اضافه بکنی، حالا به یه دلیلی،
یکی دوست داره زبان یاد بگیره فقط شو بده، یکی دوست داره زبان یاد بگیره و بره استفاده کنه ازش، که البته حالا انگلیسی یاد گرفتن دیگه الان واقعا فکر کنم 10-15 سالی هست که دیگه اصلا شو نداره دیگه، یعنی دیگه یه چیز واجبیه، نه به خاطر اینکه آدم بخواد مهاجرت بکنه یا نه، ولی زبان دنیاست، که البته به نظر من با پیشرفته که هوش مصنوعی امسالم داره میکنه نهایتا 2-3 سال دیگه اهمیت یادگیری زبان کم کم شروع میکنه از بین رفتن، یعنی کم کم اون سیر نزولی خودش رو این اهمیت یادگیری زبان میگیره، به خاطر اینکه خب الان شما هوش مصنوعی های نوشتاری رو داری، الان میتونی وایسی باش صحبت بکنی، این عینک هم که همزمان داره میاد، عینک های آگمنتد رو نمیگم، عینک های واقعیت افزوده و اینا رو نمیگم، این عینک هایی که مثلا ریبن زده یه مدلشو که تمام تسکایی که با متا، با همین شرکت متا، همین زاکربرگ یه دونه فیت دادن این عینک رو زدن، و خب مثلا تو اینستاگرام طرف لایو میره یا تماس میگه بگیره براش، از اون ور سیری فعاله روی داستان، یه چیزی شبیه سیری فعاله رو داستان، و خب این عینکه کامند بهش میده انجام میده در حدی آقا این موزیک رو بذار، این کار رو بکن، برو لایو بیا فلان، خب این الان چند وقت دیگه اینجوری میشه که طرف مقابل شما داره صحبت میکنه به زبان چینی و این عینکه جلوی چشم شما تمام نوشته ها رو به صورت لایو میاره و یه چیز عجیبی نیست، یعنی اتفاق میفته، اصلا میگم من تقریبا مطمئنم که این اهمیت یادگیری زبان از بین خواهد رفت، حالا من میگم 2-3 سال، 2-3 سال برای مناسبات، یعنی من ایمان براتوکیلی رو دیگه چین شاید دعوت بکنم بگم بیا تدریس کن، چرا؟ چون تو الان انگلیسی هم درس بدی، فارسی هم درس بدی، این بچه های ما تو چین اینو یاد میگیرن، یا چین رو میگم به خاطر سختی زبان ها، که بدونیم مثلا در این حد این گذره میتونه اتفاق بیفته، اما خب فعلا که اونجا نیستیم، خب فعلا که اونجا نیستیم و تا سیستم های دانشگاهی، سیستم های کاری بخواد با این ماجرا ادپت بشه، نسلی که ماها هستیم و داریم توش صحبت میکنیم قاعدتا این زبانه رو باید یاد بگیریم و زبانه رو باید بلد بشیم، اما این زبان یاد گرفتن خیلی چلنجه، یعنی برای خود من به عنوان یه آدم خرخون حتی خود انگلیسیش هم خیلی زبان رو مخی بود، من با اینکه بابام خیلی استاد بود در انگلیسی و این صحبت ها، ولی بنده خدا تلاشاش نمیگم به ثمر نرسید، ولی اونقدر مثلا پشن ایجاد نکرد در من برای زبانه، و زبان رو به خاطر زمان زیادی که گذاشتیم خیلی خوب شد مثلا زبان یکی مثل خودم انگلیسی، و بعدن که آلمانی اومد اصلا یه دنیای دیگه ای شد، من خیلی راه های متفاوتم امتحان کردم، همین الان میخوام این دستبندیه رو بگم، یکی خودخوانی رو داریم خود آدم بشینه بخونه، یکی هم این که آدم کلاس بره، اینو دیگه خودت باید تشخیص بدی که شخصیتت با کدوم یکی از این دوتا هماهنگ‌تره، یعنی آدمی هستی که خودت میتونی بخونی، خیلی ها میتونن خودشون بخونن و خیلی اصلا خوره زبانن، یعنی مدلشون آدم خوره زبانه، خب یه دونه انگلیسی بلدی خوره زبان نیستی یا خوره زبان، یعنی مثلا طرف اومده آلمان انگلیسیشو بلد بوده، آلمانیشو فول کرده، اسپانیایی یاد گرفته، ایتالیایی یاد گرفته، الان شروع کرده فرانسه داره میخونه، یا برعکس مثلا ایتالیایی زبان پنجم طرفه، این خیلی نکته مهمی، اینجور آدما رو میگن آدمای خوره زبان، خب حالا پس اولین چیزی اینه که شما تشخیص بدی آدم خودخوانی هستی یا آدمی هستی که نیاز به کلاس داری، یعنی نیاز داری که کلاس بری که بتونی این زبانه رو یاد بگیری، و اینو دوستان به جای فکر کردن اقدام بکنیم، خب یعنی من خودم هی زور میزدم که به خودم زور بکنم، خودم رو قانع بکنم بگم آقا الان وقتشه که تو این زبانه رو بخونی، بشین بخون، تو میتونی، کلاس نمیخواد، تو قهرمانی، تو پهلوانی، نمیشد دیگه، نمیشد، سوپرمن و سوپر وومن که نیستیم که، هر کدوممون توی زمینه های پشن داریم، توی زمینه های نداریم، من رک ایمان و برات وکیلی میگه بهتون پشن برای زبان یاد گرفتن من نداشتم هیچ وقت، خب پشنی که بخواد منو، یعنی زبانم اگه یاد گرفتم اینجوری نبوده که لذت ببرم از یادگیریش، جز معدود چیزهایی بوده که واقعا لذت نبردم هیچ وقت از یادگیری زبان، از پروسش، ولی خب وقتی که اومدم اینجا مخصوصا وقتی تدریسمون که شروع شد، خب میگم زبان ما چون مثلا پدرم بود و خیلی سال کلاس میرفتیم و کلا فیلم خیلی، من فیلم خیلی زیاد میدیدم، موزیک خیلی زیاد گوش میکردم و این داستانا، خب خوب بود، یعنی زبانم خوب بود، بعد که وارد فضای تدریس شدم احساس کردم خوبه، ولی برای مثلا
کشور آلمان خوبه. تازه آلمانی ها انگلیسی هاشون خیلی خوبه، یعنی من نمیدونم بعضی این بلاگرایی که نمیدونم حالا چه صفتی بگم میان میگن آه اینا انگلیسی فلان، اینا به جز شما تو 70-80 ساله هاشون بری آره، ولی 50 ساله به پایین یعنی از اون نسل به پایین فوقلاده است زباناشون، حرف نمیزنن، زباناشون خیلی خوبه دیگه. 4 تاشون دوستان ببین مثل ایران میمونه دیگه، یه سری اینجام هستن که از مثلا یک فضای روستایی میان، از شهر خیلی کوچیک میان، خب طرف نیازی نداشته، هیچ وقت برخورد نداشته، یادم نگرفته، بعدم اینا حق انتخاب دارن تو مدرسهشون. خب حالا انگلیسی جزء درسشون هست، ولی در همون حدی که ما تو ایران یاد میگیریم یاد میگیرن انگلیسی رو، بعد زبان بعدی دارن، طرف درست انگلیسیشو پرفکت حرف نمیزنه ولی یا اسپانیش یا فرانسه حتما بلده، یعنی یکی از این دوتا زبان هم بلده. این یکی از چیزهایی که بعد مهاجرت مخصوصا توی کشورهای اروپایی بسیار شما رو تحت تاثیر قرار میده و بسیار دل آدم میسوزه که میای اینجا طرف مثلا 18 سالشه و میبینی 3 تا زبان فول بلد حرف بزنه، یعنی بجز این موارد خاصی که گفتم اگه نباشه، بجز حالا آلمانی که زبان مادریشه، انگلیسی هم که خوب بلده، قطعا یا اسپانیایی یا فرانسوی یا هر دو رو بلده. خب و وقتی هم که میای میری تو بحر ماجر رو که میبینی اینا چی کار کردن، جواب آخر کار رو، آخر این اپیزود الان بخوام بگم اینه که اون روند کلاس رفتن رو اینا به صورت مستمر انجام دادن، تموم شد و رفت، الان من میتونم اپیزود رو ببندم. یعنی اینا هر زبانی که خواستن یاد بگیرن نشستن رفتن سر کلاس، کتاب 1، کتاب 2، کتاب 3، کتاب 4، تو 1 سال تموم شده رفته، تو 2 سال تموم شده رفته، نه گپی بینش افتاده، نه درگیر 60 مدل کلاس شدن، نه درگیر 60 مدل ویدیو شدن، نه درگیر 1000 مدل پادکست شدن. شما الان خودت ببین، تو اگر دنبال زبان باشی حداقل 6 تا اپلیکیشن الان تو گوشیت داری مرتبط با زبان. الان دور و برت رو نگاه کنی تو اتاقت حداقل 6 مدل برند مختلف کتاب زبان داری. حداقل 10 تا پادکست رو سیو کردی که بری گوش بدی برای اینکه زبانت خوب شه. حداقل 50 تا ویدیو دیدی در قالب اینکه چگونه زبان یاد بگیرم. ببین پس اون جواب آخر اول بخوام بدم اینه، کتاب، یه کتاب و یه برند رو انتخاب کردن، پشت سر هم انداختن، پشتش رفتن جلو. این وسط حالا یه کتابی هم 60% خوندن، یه کتابی هم 70% خوندن، مهم نیست، مهم اینه که قدمه رو برداشتن و رفتن جلو و کار رو تموم کردن. اما این وسط یه سری راهکار دیگه هست، خیلی جمع و جور و سریع میخوام بهتون بگم، با توجه به این که میگم هم خودم الان شروع کردم این مسیر رو و متفاوت بودنش به خاطر اینه که الان این کلاسی که این ترم دارم میرم، یه کلاس ترم پیش رفتم که خب خیلی تاثیر گذاشت، یه کلاس هم این ترم که خب خیلی سطح بالاییه، یعنی دیگه این ترم تموم بشه 4-5 ماه دیگه من نمیام بگم که زبان ما حالا اینجوریه اونجوریه، نمیگم هم خوب میشه فوق‌العاده میشه، ولی قطعا دیگه به یه لولی میرسه که اون حداقلای لازم رو داره برای کار و غیره. ولی فرقش اینه که الان با همین، یعنی همونطور که تو دعوسی شما هستم و حالا تو صداشو در نیاریم، تو پرانتز ورزشمونم الان حواستون نیست، یه 2-3 هفته است من انجام ندادم، که البته خب از این حالا نمیدونم 3 هفته فکر کنم این هفته تموم بشه میشه 3 هفته، 2 هفتهش که خب درگیر کمرم بودم، این یه هفته هم سینوسام کوسینوس شده بود، حقیقت سینوزیت دارم یه ذره، و خب اتفاق تلخی هم که برامون افتاد، واقعا دیگه مود ورزش نبود. یعنی الانم که دارم هی سعی میکنم هر اپیزودمون از یک شنبه تا امروز هی پر انرژی تر از قبل برگزار بشه، توی پرانتز بهتون میگم، به خاطر اینکه باور دارم که مجبوریم بعضی وقتا برای بعضی اتفاقات فقط 1 روز رو قرار بدیم و بقیهش رو با خودمون یدک بکشیم و بذاریم تو کوله باری که داریم تو زندگی با خودمون حمل میکنیم و قدم هایی که میزنیم و رو به جلو میریم، این کوله باری که داریم، این کوله پشتی که داریم، یه ذره بعضی وقتا سنگین تر میشه، یه ذره انگار آب میریزن روش، یه ذره انگار داغ میشه، یه ذره سرد میشه، ولی یه کوله پشتیه دیگه، داریم با خودمون میبریم و الان این زبان یاد گرفتنم مثل این میمونه که یه چیز دیگه ای میخوایم بذاریم تو این کوله پشتیه. برای همین کلن اتفاق مهمیه، یعنی اگر تو زبان انگلیسیت هم در حد فوق‌العاده است، قطعا در نظر بگیر یه زبان دومی رو بهش فکر بکنی، به درد میخوره. ببین در آینده ایرانی که الان داریم میبینیم که حالا به سمت قهقرا داره میره، این اون پیکو که رد بکنه این زبان به درد میخوره، بعدا نشه سال 1408 بشه من این
اپیزود رو بردارم بذارم حالا توی اینستاگرام یا هر پلتفرمی که اون موقع رو بورس باشه و ترند باشه، بعد بگم آی آقا ما سال 1403 اومدیم گفتیم ای ایرانیان، ای عزیزان دل، انگلیسیاتون رو که خدا میکنید هیچ، یه زبان دومی مثل فرانسه، مثل اسپانیایی، مثل آلمانی یاد بگیرید، به درد خواهد خورد. خب نشه 1408 من بیام اینو بگم ها، این حواستون باشه. نکته ای که وجود داره اینه که این میشه از اون اپیزودا میشه ها، چون من دارم اپیزودایی که مثلا سال 2020 بود و برگشتم اون موقع گفتم که آقا اکسپلور اینستاگرام شما 5 سال بعدتون رو نشون میده، الان 2024 آدمایی که اون موقع اکسپلورشون رو نگاه کردن و گفتن نه بابا این چی داره میگه، الان قشنگ میتونن مقایسه کنن دیگه. خب طرف اگه دنبال هر داستانی بوده تو اکسپلورش، الان قطعا همون نقطه است. یعنی یکی بوده که سریال میدیده الان هم 10% پیشرفت کرده، یکی بوده که دنبال بازارهای مالی بوده الان یه بخش سرمایه گذاری کرده، یه قدی پول داره توی بخشی، یکی هم دنبال مهاجرت بوده الان قطعا ایران نیست، قطعا ایران نیست، یعنی مگه اینکه دیگه یه مشکل عجیب براش پیش اومده باشه. اما بریم سراغ زبان خوندن. من اینجا میخوام همین الان همین چیزایی که میگم و دوباره طبق روال با شما انجام بدم، و همین الان من میام یه دونه یه چیزی شبیه جدول میکشم. خب و تو این جدوله طبقه بالای جدول رو، یعنی اون ردیف اول جدول رو میام، اون مهارت هایی که لازمه رو مینویسم دیگه. من متناسب با حالا آیلتس و تافل و اینا نمیدونم، اینا رو نمینویسم دیگه، چون توی فارسی و انگلیسی و آلمانی و همه اینا این بخشایی که وجود داره برای زبان یه چیزه. اولین چیزی که میام مینویسم چیه؟ خب لیسنینگه، اوکی، بحث شنیداری. دومین بخشی که وجود داره ریدینگه، بخش خوندنی و مطالعاتی و اینا. بخش بعدی اسپیکینگه و بخش آخرم بخش رایتینگه. خیلی باحاله اینجا همه آدما مثل خود من، از جمله خود من که میان، اصلا اینجا نه، من مطمئنم در مورد انگلیسی هم خیلی ها همینو میگن، هر کی برگشت به شما گفت آقا من میفهمم چی میگن ولی نمیتونم حرف بزنم، این یعنی زبانش خوب نیست. خیلی ساده است. خب طرف میگه آقا من میفهمم چی میگن و نمیتونم حرف بزنم، خب به چه دردی میخوره تو بفهم اصلا چی میگن، اصلا برو بشین پای سخنرانی یه فیلسوف انگلیسی آلمانی یا هر چیزی بعد بفهم یارو چی میگه، نتونی حرف بزنی به چه دردی میخوره؟ مگه مثلا تست لیسنینگ میخوان ازت؟ یا شما میری توی جمعی، خب میخوای چیکار، با زبان اشاره میخوای باهاشون صحبت بکنی، میری توی جمعی شروع میکنن حرف زدن، یهو نگاهت میکنن تو اینجا خب این یعنی زبانت خوب نیست دیگه، دیگه اصلا ربطی نداره به این داستان که میفهمی یا نمیفهمی. این گول زدن ها رو بذاریم کنار. خب حالا این ردیف بالا رو نوشتم، این مهارت ها رو، این ردیف بغل سمت چپ رو میام با چی پر میکنم الان؟ حالا این کارو چرا دارم میکنم؟ به خاطر اینکه خودم هم میخوام این کارو انجام بدم برای آلمانیه، خب چون خیلی مهمه برام الان که اینو یه لول اپ سنگینی بکنم و الان دوست دارم که این کارو بکنم. به شما توصیه میکنم حتما این کارو انجام بدید. یه سری ابزار مختلف داریم و یه سری کار متفاوت. خب که من جالبه جلسه اولمون هم همین جینگولی بازی هایی که جلسه اول در میارن موضوعش این بود که چجوری آلمانی بخونیم و اینا. دو سه تا از این کره‌ای ها خیلی آدم های زحمت کشی هن واقعا، این کره جنوبی ها یعنی درس خونن ها، یعنی خرخونن ها واقعا. یه دو سه تا دختر قشنگ کوچولو موچولو هم هستن، یعنی سنشون خیلی کمه، خیلی خیلی کوچولو هن و اصلا خیلی کوچولو هم هستن همه جوره، ولی اینا انگلیسی هاشون که فوق العاده خوبه، ولی فکر نکنید کره جنوبی ها همه انگلیسی هاشون خوبه. یه استاد دانشگاه دکترا دار الان توی دپارتمان ما اومده فرصت مطالعاتی یک ساله کره جنوبی، بدون اغراق دارم میگم انگلیسیش در حد آیم بلک بورده، آیم ویندو، اصلا بلک بورد چیه، آیم ویندو، در این حد دارم میگم. خب و این ولی خب این دو سه تا دخترها خیلی، یکشون تایوانی، دو تاشون کره جنوبی ان، انگلیسی هاشون که فوق العاده عجیب غریب خوبه. و به جز اون اینا یعنی ترم پیش کم با من بودن، این ترم الان ما داریم این درس ها رو میخونیم که مثلا مروری دو سه تا درس اولش همه چی یادشونه. حالا خود من 40% مثلا اون ترمو درستابی نخوندم، ولی اینا همه چی یادشونه و اصلا قاعده ها و گرامرهای آلمانی ها همه رو یادشونه و مینویسن و خیلی جالبه. بعد من دقت کردم که اینا روز اول
روشایی که اعلام کردن برای اینکه زبان میخونن و اینا چیه، و خیلی برام جالب بود این داستان، دو سه تا از کارهایی که گفتم. حالا من میام بهتون میگم، و برای مهارت‌های مختلف اول با چیزایی که همه میشناسیم بریم تو بحر داستان. ببین، یکی فیلم، خب فیلم و سریال یه چیز خیلی نخنمایی که همه میگن، اما سوال من اینه، شما وقتی فیلم و سریال رو میبینی با زبان اصلی هم میبینی، با زیرنویس انگلیسی هم میبینی، با زیرنویس فارسی که اصلا جوکه، یعنی اصلا به حساب زبان خوندن و اینا اینو قلمداد نکن، اما وقتی شما یه فیلمی یا یه سریالی رو به زبان انگلیسی میبینی، این چطوری میتونه مفید باشه برای آدم و کجا میتونه مفید باشه؟ من میام درجه مفید بودن این داستان رو، اینو با دقت گوش بدید، چون خیلی حقیقتش انرژی نداشتم امروز که اصلا بیام لایو، ولی الان اومدم لایو، میخوام که این نمیتونم الان یه جوری بکشم که بتونم عکسش رو بگیرم براتون بذارم، شاید بعدها دوباره یه اپیزود دیگه رفتیم، ولی الان میخوام دشنگ دقت کنید که اینجوری که من مینویسم بنویسید. هر کدوم از این گفتیم ردیف بالاییمون لیسنینگ، ریدینگ، اسپیکینگ و رایتینگ، سمت چپ جدول در واقع ستونامون اون چهارتاست، ردیف اول و هر کدوم از چهارتا ستونی که داریم اون لیسنینگ، ریدینگ، اسپیکینگ، رایتینگ، و از ردیف دوممون که شروع میشه سمت چپ، ستون چپ چپمون رو به ابزارها و روشها میخوایم اختصاص بدیم. حالا چرا اینجوری کشیدیم جدول رو؟ که ببینیم هر کدوم از اینا چجوری توی هر کدوم از این مهارت ها میتونه کمکمون بکنه. حالا برای هر مهارت هم من میام توی دو تا لایه این داستان رو تحلیل میکنم، یعنی اثر مستقیم اون چیز، اون فیلم و سریال مثلا، و اثر غیر مستقیمش، یعنی تو لایه دو یعنی چی جوری میشه ازش استفاده کرد. مثلا خب توی بحث لیسنینگ مووی فیلم و سریال، توی بحث لیسنینگ به صورت مستقیم داره تاثیر میذاره، یه تیک میزنم، خب لیسنینگ هم اینجا کاور میکنه، ریدینگ هم کاور میکنه. خیر، این که داری از رو زیر نویس میخونی ریدینگت کاور نمیشه که، خیر. خب این تو لایه اول و دوم ریدینگ رو کاور نمیکنه. اسپیکینگ تو قوی میتونه بکنه آیا؟ یا رایتینگ تو؟ من میتونم بگم تو لایه اول خیر، خب تو لایه دوم اسپیکینگ و رایتینگ و فیلم و سریال میتونه قوی بکنه. چرا؟ و حتی لیسنینگ رو توی لایه دوم هم میتونه قوی بکنه. حالا لایه اول دوم یعنی چی؟ لایه اول یعنی مستقیم کامل، بدون اینکه هیچ کاری بکنی، فقط داری از این ابزار مستقیم استفاده میکنی، داره اون کمک رو بهت میکنه. لایه دوم اینه که باید یه جوری از این ابزار استفاده بکنی. خب کاری که با فیلم و سریال باید انجام بدیم، میتونیم بعدا بیاین تو مثلا ستون پنجم جلوی فیلم و سریال توضیحات بنویسیم. کاری که باید انجام بدیم اینه، هر جایی از فیلم و سریال، نه کلمه لزومن، اما عباراتی رو دیدیم که حالا ممکنه شامل کلمه ای باشه که بلد نیستیم، یا اینکه نه کل کلمه رو بلد باشیم، اما عباراتی رو دیدیم که تا به حال از اون عبارت ها استفاده نکردیم، یا نشنیدیم، یا تو کتابا ندیدیم، یا تو گفتگو جای باحالی طرف اون رو استفاده کرده، استوب میکنه آدم فیلم و سریالو، میاد اینور مینویسه برای خودش این عبارت رو. آقا این طرف اومد گفت فلان چیز. حالا من چون استاد زبان انگلیسی نیستم مثال نمیزنم، خب که این ماهیت اصلی این اپیزودها و پادکست به هم نریزه، چون همه ماشاءالله استاد زبان انگلیسی هم هستن و من نمیخوام 60 تا پیام اصلا مثبت حتی بیاد راجع به این داستان، میخوام روش سنجی بکنیم و میخوام ساختار رو با هم دیگه در بیاریم، تمرکزم روی ساختار است. عبارت هایی که میبینیم به طرق مختلف داره استفاده میشه، خیلی از این عبارت ها محاوره ای دیگه، زبان محاوره است. خب اینا میتونه به ما کمک بکنه. ببین جملات ربطیش که مثلا شما میدی یاد میگیری با هزار مدل کلمه ربطی عجیب و غریب که مثلا تو انگلیسی سال 1820 فقط هم توی انگلستان استفاده میشده، اونا که استفاده نمیشه که، ولی شما میتونی اون چیزایی که به صورت کامن داره استفاده میشه و معموله و معقوله رو دریابی. اینا به اسپیکینگ و رایتینگ تو دو لایه کمک میکنه، قطعا به اسپیکینگ بیشتر، به خاطر اینکه رایتینگ شما مینویسی، مخصوصا اگه برای امتحان بخوای بری، خب حالا من نمیخوام امتحانیش کنم، ولی اگه برای امتحان بخوای بری، خب قواعد خاص خودش رو داره، اما برای بحث رایتینگ قضیه میتونه کمک بکنه. ایزن اخبار، خب حالا اخبار رو من میارم یه ابزار دیگه مینویسم، پس فیلم و سریال رو کردم اولی. اخبار بسیار میتونه هم به لیسنینگ کمک بکنه، خب به ریدینگ باز خیلی مستقیم و غیر مستقیم کمک نمیکنه، به اسپیکینگ
میتواند کمک بکند، خیلی کم، مستقیم که نه، غیر مستقیم هم میزنم وسط، اما به رایتینگ فوق‌العاده میتونه کمک بکنه. اخبار گوش دادن در لایه دوم، اما دو تا تیک میزنم. چرا؟ اخبار خیلی برای من، یکی تو آلمانی خیلی جواب داد و اونم این بود که من اخبار میذاشتم، اخبارو اینجا، خب اینجا لهجه‌های متفاوتی هم داره دیگه آلمانیشون، یعنی این ایران خودمونه خب، ولی خب یه چیزی دارن مثل زبان مثلا ملی که ما داریم، خب گویش مثلا ملی، زبان ملی که ما داریم، که اینا اون مدلی رو دارن. اخبار رو من میومدم گوش میکردم، نه اینکه تو فکر کنی هر روز، نه اینکه فکر کنی 20 دقیقه اخبار رو، نه، چون اصلا حوصله‌شو نداشتم این کارو انجام بدم. 5 دقیقه رو انتخاب میکردم همچون که داشتم گوش میدادم یه موضوعی که جذابه، مثلا راجع به استفاده آلمانی ها از سوشیال مدیا میمد صحبت میکرد، برام جذاب بود، یا راجع به حضور هنر در آلمان صحبت میکرد، یا هر چیزی که جذاب بود. بخشی از اون اخبار رو وقتی میشنیدم میومدم مینوشتم و انقدر اون 5 دقیقه رو میبردم عقب، یا اون 1 دقیقه رو، یا اون 2 دقیقه رو، هر چقدری که حوصله آدم میکشه، ولی دیگه کمتر از یک صفحه A4 نباید باشه، میبردم عقب، پلی میکردم و میومد جلو، که دیگه واقعا اون تیکه هایی که میس کردم تو نوشتنم رو نتونم بنویسم، یعنی اصلا نفهمم چی داره میگه، یا قاعدهش رو نفهمم، یا اصلا کلمه رو بلد نباشم. خب پس این خیلی تمرین تاثیرگذاریه که شما اخبار بذاری، چون اخبار زبان ملیه، باید برای همه سطوح قابل فهم باشه و در این حال فرمال نوشته میشه. تفاوتی که داره اخبار با مثلا فیلم و سریال اینه که فرمال نوشته میشه و خیلی میتونه کمک بکنه به اینکه شما رایتینگتون فوق‌العاده قوی بشه و در این حال کلی کلمه هم یاد بگیرید، و بعد اینکه 10 دفعه این کار انجام بدین اصلا میبینید ترکی دیگه، کلمه ای نیست که بلد نباشی. خب اما میگم این کاراست که شاید هفته یه بار دو بار هم انجام بدی کفایت کنه، هر روز میتونی انجام بدی یا علی مدد بتره کن، ولی از این کاراست که هفته یکی دو بار، یعنی من مدلم برای خوندن زبان اینجوری بوده که مثلا اینجور کارا رو هر وقت حالشو داشتم انجام دادم. البته جواب اصلی رو دادم و گفتم من الان تمرکزم این ترم روبرو مخصوصا روی فقط کلاسه، یعنی اول کتابی که دارم میخونم و میخوام بخورم و تموم بکنم در حد پرفکت، که قطعا راجبشم میگم، یعنی یه دفعه اصلا الان به ذهنم رسید که چون حال کرده بودین با این داستانی که با هم درس بخونیم، یه روز میتونیم با هم زبان بخونیم اگه دوست داشته باشین. من حالا آلمانی میخونم، یکی ایتالیایی شاید بخونه، یکی انگلیسی بخونه، نه اینکه بیام حرف بزنم بجاش، ولی میگم که الان دارم چیکار میکنم، الان مثلا میخوام یه لیسنینگ گوش بدم، الان میخوام یه دونه مثلا تکست بخونم، حالا تکستمو چه جوری میخونم، اینم فکر کنم تجربه باحالی بشه، فکر میکنم خیلی جالب بشه این حرکت رو انجام دادنم. و اینم از این داستان، اینم اخبار. پادکست دوباره کارکردش مثل اخبار میمونه. خب ببین پادکست و سریال و فیلم و موسیقی و اینا برای اینه که گوش آدم رو کم کم آشنا بکنه با کلمات و این داستان ها، کمک مستقیم نمی کنه واقعا اینا به صحبت کردن بهتر یا به نوشتن بهتر یا حتی به خوندن بهتر، فقط گوش شما رو بیشتر آشنا می کنه. بعدن که شما تو پروسه یادگیری زبان قرار بگیری، راحت تر می شنوی، راحت تر کلمات رو دنبال می کنی توی تکست، ولی راحت تر لزوما نمی فهمی، مگه اینکه این روشی که گفتم رو پیاده بکنی، اونم اینه که پادکست رو هم بذاری بشنوی و بنویسی. در مورد فیلم و سریال هم همین میشه، در مورد هر داستان دیگه هم میشه. یه صفحه A4 پس داره میخونه، یعنی پادکست داره میره جلو، فیلمو داری میبینی، هر کاری که میکنی 2 دقیقه‌شو انتخاب میکنی مینویسی، میذاری اون بره ها، نه اینکه استوب کنی جمله جمله، تو هر کلمه ای تونستی مینویسی. خب یه وقت از طرف داره با سرعت نور حرف میزنه، سرعتو کم کن، اونی که نرماله و عادیه. بعد سطح زبان ها متفاوته دیگه، یکی میتونه تونتون رو بنویسه، یکی اصلا نمیتونه بنویسه. خب و میای توی این کاری که داری انجام میدی، شروع میکنی کاغذ رو نوشتن، از هر خط، از هر جمله احتمالا 2-3 تا کلمه بیشتر نتونی بنویسی دیگه، اما کم کم که میره جلو کار، تو هی تعداد کلماتی که مینویسی بیشتر میشه، یعنی تعداد کلماتی که مینویسی بیشتر میشه.
اولش اگه خیلی سخت بود یا خیلی تا حالا این کار نکردی اصلا جواب نمیده، اوکی شروع کن 10 ثانیه 10 ثانیه این کارو بکن. اصلا یه 10 ثانیه رو با گوشیت رکورد بکن از اخبار، یا یه 30 ثانیه رو، اون 30 ثانیه رو هی ریپلی کن، هی بزن بخونه، دوباره بنویس، دوباره بنویس، دوباره. یعنی هی تو دلش کلماتی که جا موندی و عقب موندی رو پر کن. این فوق العاده است این تمرین واقعا، و خیلی هم از جمله معدود تمرین های جذابه. خب یکی دیگه از روش هایی که وجود داره کلاس هم که گفتم، دو تا روش دیگه هم میخوام بگم برای اسپیکینگ و رایتینگ بلخص این داستان، چون میگم ریدینگ که مشخص تکلیفش دیگه، شما باید متن بخونی و متن هم که میخونی، دوستان پیشنهاد من نشینید کلمه به کلمه جز به جز بخونید، من این اخلاق بد رو دارم خودم. خب من یعنی الان تو کتابم میشنم میخونم، کتابه دیگه سوراخ میشه، یعنی نقطه نمیمونه که نخونم، ولی کار لزومن درستی نیست، چون همه کلمه هایی که توی تکست میاد قرار نیست همه اون کلمه ها رو شما یاد بگیری. اون تکست هدفش اینه که به تو مثلا یه گرامری رو یاد بده. خب ولی من خودم مدلم اینجوری بوده دیگه، من دین و زندگی و عربیم هم توی کنکور اینجوری خوندم، کنکور کارشناسی تو ایران، که یعنی دیگه مو رو اماس کشته بودم بیرون و اصلا یعنی عربی چیزی نبود، من بلد نبود. دین و زندگی من کتابامو، وای من بیام ایران، فقط من بیام ایران اصلا باید یه دونه همایش حضوری بذارم با شماهایی که اینجا هستین و این اپیزودا رو میشنوین، و این کتابای کنکورم و بعضیشون بیارم. دین و زندگی منو ببینید خیلی عجیبه، چون مثلا توی دینی دو اومدم زدم آره این آیه توی صفحه 64 دینی پیش دانشگاهی هم تکرار شده و توی این صفحه این سوال اومده، بعدن که شروع کردم سوالای کنکور رو خوندن اومدم داشتم که مثلا این از این آیه سال 87 سوال اومده، 89 سوال اومده، 90 سوال اومده. خیلی عجیب بعضی درس‌ها رو اینجوری میخوندم، خیلی جالب بود و آره رفتم اصلا تو اون دوران. بیایم بیرون، دو تا روش خیلی باحال میخوام بگم و دوتاشم از این دوستان کره‌ای من شنیدم که هنوز امتحان نکردم ولی به نظرم خیلی جوابه. اولیش اینه که طرف میگه که آقا من یه دونه هوگن، یه دونه لیسنینگ، یه دونه لیسنینگ میذارم خب برای خودم، یه چیزی برای شنیدن. بعد فکر میکنی چیکار میکنه؟ همین پادکست یا همین داستان یا هر چیز دیگه. میگه بعد میام شروع میکنم خلاصه میکنم این کار رو، یعنی خلاصه میکنم اون چیزی که شنیدم رو با حرف زدن، یعنی شروع میکنم راجبش حرف میزنم. حالا این حرف میزنه، فکر نکنی حرف زدن رو مثلا میشینه تحلیلم میکنه، گرامرش هم ایرادش رو میگیره، کلمش هم درست میکنه، 1 2 3 4، نه این خلاصه میکنه فقط برای اینکه ببینه آیا میتونه اونو توضیح بده یا نه. خب در طول این فرایند میگه خب الان این کلمه رو نمیدونم، مینویسه، میگه مثلا کلمه فلان رو، یا مثلا من خودم کلمه منشن رو یادم رفت، حالا مثلا میشه نه بکنم توی آلمانی، یا کلمه کانزیده رو بعضی وقتا مثلا یادم میره، کلمه‌ای که تو انگلیسی خیلی استفاده میکنم، چون اکثرا داریم درس میدیم دیگه و همش اینجوریه که برم دنبال این داستان که خب اوکی اینو مثلا این بخش کار رو باید در نظر بگیرید، به اینم باید توجه بکنید، به باندریا باید فکر بکنید، به موبیلیتی کار باید هی در نظر گرفتن و کانزیدر کردن و اینا خیلی مهم میشه. لیسنینگ یعنی یک تکستی رو، یک مطلبی رو میذاره برای شنیدن و میاد اینو راجبش صحبت میکنه، خلاصش رو میگه. خیلی تمرین فوق‌العاده‌ایه برای اسپیکینگ، فوق العاده است این تمرین برای اسپیکینگ و جذاب. چرا؟ چون تو هر چی دلت بخواد و دوست داشته باشی رو میتونی بذاری و این کارو باش بکنی. روش باحال فوق العاده خفن بعدی، خب دایری نوشتن رو من باید یه جلسه کلا بذارم راجبش حرف بزنیم، راجب دایری نوشتن، ژورنال نویسی، اتفاقات روزانه نوشتن که البته صحبت کردیم، ما خیلی با کلاستر هم حرف زدیم، ما در راستای برنامه ریزی و مستندسازی اتفاقات روز و هدف گذاری و الو بلو جیمبل صحبت کردیم با هم، اما الان که داریم راجع به مبحث یکم کوچولوتر زبان صحبت میکنیم، چون ما اونجا راجع به لایف صحبت میکنیم، یعنی صحبت ما راجع به زندگیه، راجع به ساختارمند کردن زندگیامونه، حالا اینجا میخوایم ازش کمک بگیریم بیاریم تو زبان.
ببین لامصب چقدر زندگی همه چیش به هم ربط داره. ببین آدم اگه دیسیپلین یاد بگیره، ساختار یاد بگیره، تو چه موضوعات ساده ای مثل زبان یاد گرفتن همون کاری رو میتونی بکنی که توی مسیر زندگی تمام کار داری میکنی. اینقدر باحاله زندگی و اینقدر باید باش حال کرده و اینقدر درجات متفاوتی داره. اون وقته که اگه اینجوری همه چی رو به هم ربط بده آدم، اون وقته که میتونه درجات تلخ رو هم نه اینکه بذاره کنار، هیچ وقت اون زخمی که به دل آدم میفته از بین نمیره، اما اینقدر ترمیم میشه که دیگه نمیسوزه به این سادگی ها. باید به این فکر کرد دیگه. بریم سراغ تمرین دوم. این دایری رو طرف میگه من ژورنال نویسی میکنم و به آلمانی. آقا ببین اینا دیگه چه نردایین، ببین اینا دیگه چه ارههایین. میشینه طرف توی سطح مثلا متوسط آلمانی که بوده شروع کرده ژورنال نویسی به آلمانی و نگفته حالا به ما ترم پیش الان این ترم اومد گفت به آلمانی داره ژورنالش رو می نویسه، یعنی اتفاقات روزش رو می نویسه. خب قصه حسین کرد شبستری رو که نمیخواد بنویسه، اومده احتمالا چند تا مثلا آره امروز رفتم اینجا اینجوری شد اونجوری شد. تو فکر کن اصلا هر زبانی که داری یاد میگیری یا تمرین میکنی ژورنال تو بیای به اون زبان بنویسی و بعد فرداشم خیلی ساده شروع کنی همینی که نوشتی رو تایپ بکنی. اصلا بچه تو چت جی پی تی میتونید این کار رو شروع بکنید، یه تسک بنویسید تو چت جی پی تی خیلی راحت که آقا من میخوام، یعنی به انگلیسی اینو بنویسید که من میخوام بیام و ژورنال بنویسم برای خودم، هر روز متنشو اینجا مینویسم برای تو و دوست دارم که تو اینو اصلاح گرامری بکنی مثل یک معلم. یعنی اولش هم باید بنویسی act like an English teacher and مثلا ریویو کن از لحاظ گرامری فقط برای من که این کلماتون رو عوض نکنه. بعد چت شما اونجا باقی هم میمونه یا هر کدوم هم اصلاح کرد میتونی بیای این و کپی پیست کنی. اصلا این تبدیل میشه به کتاب. وای چه ایده ای زدیم به صورت بداهه. اصلا این میتونه یک کتاب باشه. الان دارم فکر میکنم اینو بعدا یادم بندازید تو همین گروهی که داریم یه ذره بیشتر راجبش گپ بزنیم. یکی از اون جلسه هایی که قرار با هم صحبت بکنیم که اون بر شما بنویسید منم این بر صحبت بکنم، یهو دیدید اصلا یه ساختار خیلی جذاب در آوردیم شبیه همین دفتر برنامه‌ریزی که من خودم طراحی کردم و شروع کردیم نوشتن یه کتاب شخصی زندگیمون. خیلی باحال میشه ها، هم تمرین زبانه هم کتاب نویسیه هم هزار تا داستان دیگه. خیلی جالب شد اینم اینجا بمونه که بعدن چون این دفتر برنامه‌ریزی منو که میدونید بچه این برندی به نام من، این اومد تو بازار 2 ماه نشد، دو تا تریدره که 1.5 میلیون فالوور داشتن ها توی اینستاگرام از این کپی کردن و من گفتم اوکیه، من که مشکل ندارم، من جامعه هدفم یه گروه دیگه. تو چجوری آخه این به دستت رسیده؟ یعنی کی خریده که برای تو فرستاده که تو اومدی اینو کپی کردی؟ اینو من موندم و نمیدونم. پس این ژورنال نویسی هم فوق‌العاده میتونه به زبانه کمک کنه. حالا بچه ها این چت جی پی تی رو گفتم تو بحرش حالا نرید اگر نتونستید یا احساس کردید باید بشینید، چون خیلی دوست دارن یه چیز دم خوابه دیگه. من میخوام تمرینه رو شروع بکنید. این هم ربط داره به اون بحث مستندسازی روزانه و برنامه‌ریزی که گفتیم، هم الان میتونه به زبانتون کمک کنه. یعنی لامصب پادکست 365 درجه من نمیدونم اینجا این اسمش از کجا اصلا اومد تو ذهن من، من نمیدونم که اینقدر مرتبطه با مسیری که داریم کنار هم میریم و واقعا 365 درجه رو داریم با هم کاور میکنیم. اینم از این، اینم لیسنینگ و چیز اسپیکینگ و در واقع رایتینگتون توی مرحله بعدی. امیدوارم که این اپیزود بسیار متفاوت و آموزشیمون براتون مفید بوده باشه. مرسی از سعیده، آرمیتا، دورنا، مهرزاد، سحر، آرزو، فرهاد، مهدیه، گیتی، سحر، الهی یا الهه، مهسا، حبیب، امیر، رضا، مونا که امشب و با من بودین و من خیلی ناراحتم اپیزود فوق‌العاده خفن دیشبمون رو، اپیزود 60ممون رو نگفتم اسما رو. 35 نفر بودیم به صورت میانگین، 27 تا 32 نفر بودیم ولی 35 نفر شدیم اون آخرش و من اینقدر اپیزود خوب شد و 52 دقیقه با هم گپ زدیم و خیلی من با اپیزود دیشب خودم حال کردم. یعنی واقعا خیلی مطالب جالبی رو راجبش گپ زدیم و به خاطر سوالای فوق العاده خوب شما بود. دمتون گرم. ساعت الان 11:02 ایران و 21:32
اینجاست. شب خوبی داشته باشید، تا اپیزود بعدی و روز بعدی، خدا نگهدارتون.